به ادامه محور خوش آمدید. برخی از عالمان شیعه در کابل ادامه روند بازرسی خانه به خانه را در مرکز و ولایت های دیگر کشور می ستایند. مجتمع علما و متنفذان شیعه افغانستان که امروز نشست را در این باره برگزار کردند، ادامه روند بازرسی خانه به خانه در کشور را به سود شهروندان کشور می دانند. شرکت کنندگان این نشست از امارت اسلامی می خواهند تا با مردم برخورد نیک داشته باشند. در حالی که روند بازرسی خانه به خانه در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر کشور همچنان ادامه دارند، اعضای مجتمع علما و متنفذین شیعه افغانستان امروز در یک گرد همایی ادامه روند بازرسی خانه به خانه را در کابل از بهر تامین امنیت بهتر شهروندان سودمند می‌دانند. با حضور داشت ملا امام و وکیل و محاسن سفیدا، مسئولین وارد خانه میشه و خانه ها را تلاشی میکنه. ما تا آخر کوچه را با مجاهدین امارت اسلامی بودیم و مردم محل هم شاهده، هیچ گونه بدی نکردن با ما. شرکت کنندگان این گرد همایی از نیروهای امنیتی میخواهند تا در برابر شهروندان برخورد نیک داشته باشند. خواست دیگه ای که ما از مسئولین دولت و از مسئولین حوزات داریم، خانه هایی که باقی مانده است تلاش شود که نیز با شفقت و با مهربانی همراه مردم برخورد شود، چون واقعا مردم ترس و هراس دارد. کل مردمی هزاران مواجه با امارت نیستیم و امیدوارم که با ما به عنوان یک رعیت مخلص و صاف و صمیمی برخورد کنند. این در حال است که از آغاز روند بازرسی های خانه به خانه در پایتخت و ولایت های همجوار آن، انتقادات و شکایت های از برخورد نیروهای امنیتی با شهروندان را نیز در پی داشته است. برای گفتگوی بیشتر را این موضوع آقای سید عبدالله احسانی، عضو مجتمع علمای تشیع و متنفذان شیعان افغانستان را در برنامه با خود داریم. آقای احسانی سلام بر شما و به بحث خوش آمدید. شما در گرد همای امروز بازرسی خانه به خانه را برای تامین امنیت شهروندان سودمند دانستید. بازدهی مثبت این بازرسی خانه به خانه تا اکنون چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و دستان درکاران تلویزیون خوب شما. ملت سربلند، قهرمان و استکبار ستیز افغانستان، تلاشی خانه به خانه در این مدت زمانی که از طرف امارت اسلامی عملی شدن، به باور مردم ما و ملت ما یک روند بسیار مثبت و تأثیرگذار در برنامه های کاری امارت اسلامی بوده است. به خاطر از اینکه قتل، چپاول، دزدی، رهگیری و همه این بدبختی ها را عاملش انسان ها و مسلحین غیر مسئول بود. وقتی امارت اسلامی پلان خلع سلاح افراد غیر مسئول را روی دست گرفتن، طبیعی است که جلو چپاول، قتل، خونریزی و دزدی ها در کشور گرفته می شود. آیا سلاح های هم جمهوری شده در غرب کابل در این بازرسی ها؟ بله، قراره که شنیده میشه از طرف مسئولین و منصوبین امارت اسلامی کم و بیش اسلحه های از غرب کابل به دسترس مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفتن از انسان ها و مسلحین غیر مسئول. اما از سوی انتقاد های هم وجود دارد از نحوه بازرسی خانه به خانه که برخورد های چند گونه ای بوده در بعض از خانه ها، وسایل و تجهیزات منزل را شکست دادن و در بعض از خانه ها با پاپوش های خود وارد خانه شدند. این انتقاد ها چگونه است؟ خوشبختانه مجاهدین امارت اسلامی وقت وارد خانه ها می شدن با یک مکانیزم بسیار خردمحور و عاقلانه با حضور داشت ملا امام، وکیل گذر و محاسن سفیدان امو محل وارد حولی می شدن. در قدم اول دروازه را دقل باب می کرد، بعد با اینمی افراد و حضور این افراد وارد خانه ها می شدن و با یک به اصطلاح جهان حرمت دادن به امون خانه و اهل اون خانه وارد خانه می شدن و تلاش های خود آغاز می کرد. اکنون نحوه تعامل
حکومت امارت اسلامی با مردمان و علمای اهل تشیع چگونه است؟ روند تعاملات مسئولین امارت اسلامی با مردم تشیع، با علمای تشیع یک تعامل بسیار مثبت، اساسی و عقل محور بوده است. پیش از این شما عضو مجتمع علمای تشیع و متنفذان شیعیان افغانستان هستید. بله. از اسوای علمای اهل تشیع درخواست شده بود مبنی بر پذیرفتن مذهب جعفری به عنوان یک مذهب رسمی در افغانستان. این خواست به کجا رسید؟ خدمت شما عرض شود که مذهب جعفری الحمدلله در افغانستان قبل رسمی بود و رسمیت خود داشت و فعلا هم رسمی است و امارت اسلامی هم بدون کدام دغدغه این رسمیت را پذیرفته. ولی برخی از اصول و احکام این مذهب وجود دارد که خواست علمای اهل تشیع همین بود که در قانونی که وجود می داشته باشد، در برخورد که با مردم است، در تأمین عدالت، در برخورد قضایی باید رعایت شود. ما امیدوار هستم انشالله که با روی کار آمدن به اصطلاح محاکم سگانه امارت اسلامی قطعاً دساتر و فرامین فقه جعفری انشالله جایگاه خود خواهد داشت و برای به اصطلاح پیروان خودش حاکم و نفوذ خود خواهد داشت. همچنان پیش از این از حضور کسانی که با مذهب جعفری هستند در ساختار حکومت انتقادهایی میشد که خیلی کمرنگ است. این حضور اکنون چگونه است؟ من شخصا به این باور هستم که انتقادهایی که در قدم اول نسبت به امارت اسلامی در مورد تعامل امارت اسلامی با برنامه های مکتب و مذهب تشیع وجود داشت، فعلا مسئولین امارت اسلامی طور وارد میدان و تعامل شده است که این انتقاد هم کم کمک داره رخت خود برمیچینه و انشالله دیگه انتقاد نخواهد بود. هرچند که بیشتر از پین و بست هایی که صورت میگیرد با پسوند ها و پیشوند های ملا و مولوی است، روحانیون بیشتر نقش دارند. اهل تشیع در سمت هایی که گمشته می شوند یا حداقل اعلام می شود چقدر معرفی شدند و چه تعداد؟ تا حال که البته از طرف امارت اسلامی به مجمع علما و متنفذین تشیع افغانستان پیشنهاد شدند که شما افراد خود در سکوهای مختلف تشکیلاتی امارت اسلامی معرفی کنید. ما قرار بود افراد خود معرفی کنیم و از او جایی که باز هم پلان بعدی امارت اسلامی آمدن برای اینه که در سال نو انشالله نیرویی که فعلا بر سکوها نشسته است ممکن است این نیروها به اصطلاح برکنار شود و افراد جدید جاگزین شود. به او خاطر ما هم این پروسه معرفی را به امارت اسلامی به تعویق انداختیم و انشالله بعد از سال نو در سکوهای مختلف امارت اسلامی افراد خود انشالله معرفی خواهیم کرد. و چون این چیز اتفاق خواهد افتاد؟ قطعا انشالله. انتظار شما حکنون که روند بازرسی خانه بخاره همچنان جریان داره تکمیل نشده بله. از این بازرسی ها چه است؟ ما انتظار داریم از مسئولین امارت اسلامی، کسایی که در پروسه روند تلاشی خانه به خانه فعلا مسئولیت دارد، تقاضای ما از آنها این است که با حفظ حرمت خانه و اهل خانه و همونطور که تا حالا همین روند بسیار به شکل مثبت و خرد محور پیش رفته، بعد از این هم انشالله به همین شکل عاقلانه و خرد محور پیش بره و انشالله این پروسه را به شکل مثبتش به اختتام برسان. بنابرا پرسش اخیر، سخن اخیر شما پیرامون وضعیت کنونی چی است؟ ما فکر میکنیم وضعیت سیاسی در افغانستان الحمدلله به وفق مراد است و انشالله رو به بهبودی است. هم امارت اسلامی و هم ملت مجاهد سربلند و استکبار ستیز افغانستان تلاش بکنه انشالله که آهسته آهسته بتانه ای کشتی را به سرمنزل مقصود
انشالله برساند. همه خواسته شهروندان تامین شده. انشالله یک 80% خواسته های شهروندان را ما به اصطلاح در روند تامین شدن میبینم. ولی شما وضعیت را مطلوب عنوان کرده، در حالی که عنوان میشه 97% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه و امنیت هم روز به روز بدتر میشود نه بهتر، ترور ها جریان دارد. من مطمئن استم انشالله که با روند که امارت اسلامی در تأمین امنیت روی دست داره، امنیت قطعا انشالله خوب خواهد شد و بله که در فرمایش شما وضعیت اقتصادی مردم ما فعلا خوب نیست، اما این صبر و استقامت را می طلبه و ما مطمئن استم انشالله که با گذشت زمان مشکلات اقتصادی ملت و مردم افغانستان هم بهبود خواهد یافت. سپاس از شما آقای سید عبدالله احسانی، عضو مجتمع علمای تشیع و متنفذان شیعه افغانستان. تشکر از شما، موفق باشید. ادامه محور، برندگان 11 دور رقابت جشنواره داستان نویسی زیر نام افسانه سی سانه در بلق اعلام شد. در این جشنواره که برای بانوان داستان نویس اختصاص یافته بود، 77 بانو شرکت کرده بودند. محمد تقی واحدی از داوران این دور از رقابت‌های جشنواره داستان نویسی افسانه سی سانه میگوید که این رقابت از بهر رشد فرهنگ داستان نویسی در میان جوانان برگزار شده بود. همایشی از بهر شناسایی برندگان 11 دور رقابت جشنواره داستان نویسی افسانه سی سانه از سوی خانه داستان بلخ اینجا در کتابخانه فردوسی مزار شریف برگزار شده است. 11 دور جشنواره افسانه است و تفاوتش این است که امسال ویژه بانوان هست. خوشبختانه اشتراک علاقمندان فوق العاده بوده. در جشنواره داستان نویسی افسانه سی سانه 77 بانو از ولایت های گوناگون کشور شرکت کرده اند. صفیه پویا با داستان قبرستان بی کفن های قرن 21، سارا کامگار با داستان یک تغییر کوچک و فاطمه کاظمی با داستان او فقط خودش بود به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را کمایی کردند. مسابقه افسانه به خاطر خانم ها بود این دور و وظیفه خودم دانستم که اشتراک کنم و تا بتونم با مو داستانم یا با مو چیزی که می نویسم حرف زنای جامعه ما بیان کنم. از ما حمایت شوه و امو اهداف و آرزوهای ما مثلا رویش کار شوه و تحویل گرفته شوه، این بدون شک که بالای ما تاثیر مثبت خودم می داشته باشه. مسئولان خانه داستان بلخ میگویند که هدف از برگزاری جشنواره افسانه سی سانه رشد فعالیت‌های فرهنگی و ادبی در میان داستان نویسان و جوانان است. به خاطر طریقی ظرفیت ما کمک مالی و حمایت مالی میکنیم. جشنواره افسانه سی سانه از 11 سال بدین سو است که از سوی خانه داستان بلخ برای آشنایی جوانان با داستان نویسی در مزار شریف برگزار میشود. در 6 ماه پس این نزدیک به 550,000 مهاجر کشور دوباره به افغانستان برگشتند. معین وزارت مهاجران و عودت کنندگان که به گذرگاه ترحم رفته است میگوید تلاش های دیپلماتیک از بهر رهایی زندانیان افغان در کشورهای دیگر نیز آغاز شده است. همزمان با این در 26 جلسه کابینه امارت اسلامی چالش ها در گذرگاه های ترحم و اسپین بولدک نیز به بحث گرفته شده است. پس از شکایت های شهروندان در گذرگاه ترخم، معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان که به گذرگاه ترخم رفته است میگوید که امارت اسلامی تلاش میکند تا چالش ها را در گذرگاه ترخم و اسپین بولدک حل بسازد. با گفته او در 6 ماه پسین نزدیک به 550,000 تن از شهروندان که در کشورهای دیگر بودند دوباره به افغانستان برگشتند. تقریبا 550,000 کسان زمان سر راجستر شویدی، خود تعداد دین زیادتر راجستر شوی ندی یا په هغه وخت کې ورته زمینه نه ده مساعده شوی یا یو تعداد بی خبر او چې ځانونه راجستر کړی وای. معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از تلاش های دیپلماتیک برای رهاسازی زندانیان افغان در کشورهای دیگر نیز خبر می دهد. په ټولو ځایونو کې د بندیانو د خوشی کېدو، هغوی ته د وکیل د نیولو او د انساني حقوقو د ورکړ او د برابرولو غوښتنه موکړه. در این میان برخی از شهروندان کشور که مجبور هستند از بهر درمان بیمارانشان به کشورهای دیگر بروند، از چالش هایشان در این گذرگاه سخن می زنند. دلته مراجعین ډیر دي، مریضان ډیر دي، اوړي پاکستان ته کم کسانه وکړي، هغوی د سلو دا کړي سلم نه اوړي، کنه کم اوړي. دومره مشکلات صاحب چې د حد نه زیات د پاکستان حکومت
ته سوال وکړای داسې او ته وی چې خدای ته وګور سلو کرا دا د کړای وړه شلم نو دا 200 وکړه دا 500 وکړه دا په زوروم کم دی چې را لزره کایو دا ته دا را لزیات کړه دا سوال ته وکړه دا مریضانو دا شیان سی وویني والله ما ته زړه راځي په دې باندې زړه راځي سپینګری سیاسري دلته گزنی پر یړو کې ناشتي ستون زده ورته. همزمان با این چالش های بازرگانی، مشکلات در گذرگاه تورخم و اسپین بولتک، چالش های بهداشتی و موضوعات دیگر از مسائلی بودند که در 26 نشست کابینه امارت اسلامی رویان گفتگو شد. 3000 خانواده در ولایت بغلان از کمک های ریاست مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت بهره مند شدند. مقام های محلی بغلان می گویند که برای هر خانواده 100 کیلوگرم آرد توزیع شده است. نیازمندان که این کمک ها را به دست آوردند آن را بسنده نمی دانند و خواهان کمک های بیشتر هستند. در اینجا در برابر ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بغلان صف بستند تا از کمک های این ریاست بهره مند شوند. این نیازمندان که ناناوران خانواده هایشان هستند می گویند که بیکاری و ناداری بر چالش هایشان افزوده شدند. کور کرای لرو، اوبر کرای لرو، بار کرای لرو، منگه مشکلات زیاد لرو. خود بیان چه داگر نه چیزی چه منگه تایا کریدی، منگه بیان تن سپاس کهو. طول خلق مستحقین دا خواین دسل تراغلی دی، دا کند رند دسل تراغلی دا طول مستحقین دا وقت دا کسان سدل تراغلی دی، طول بیواس کسان دی باید دو سر دوامداره. کمک و همکاری صورتونه. در همین حال مقام های محلی بغلان می گویند که 3000 خانواده نیازمند از این کمک ها بهره مند می شوند. موږ د دنیاوالو څخه دا تقاضا کوو او دا هیله لرو چې دغه رنګه چې قزاقستان ملک څنګه کومک کوي نور هیوادوال او نور د نړۍ ملکونه هم باید دغسې کومک وکړي تر څو د افغانستان دغه اقتصادي مشکلات ته حل شي. مقام های محلی بغلان می گویند که برای هر خانواده 100 کیلوگرم آرد از کمک های کازاخستان بهره‌مند می شوند. وزیران خارجه روسیه و اوکراین با میانجی ترکیه در شهر آنتالیا این کشور دیدار کردند. اما پیشرفت غیر منتظره در این دیدار وجود نداشت. این اولین نشست مقام های بلندپایه دو کشور پس از حمله روسیه بر اوکراین است. با این حال با اعلام کمک های اضطراری بیش از 13 میلیارد دلار آمریکا میگوید احتمال آن وجود دارد که مسکو در این جنگ از سلاح اتمی استفاده کند. از سوی هم روسیه میگوید غرب بر سر مسئله اوکراین به گونه خطرناک برخورد میکند. این ساختمان زایمان در ماریپول در جنوب اوکراین است که به گفته مقام های این کشور مورد حمله هوایی نیروهای روسی قرار گرفته است. بر بنیاد گزارش ها در این حمله 7 تن به شمول زنان در حال زایمان زخم برداشتند. رهبر اوکراین این حمله را جنایت جنگی می داند. بمباران هوایی بر بخش زایمان نشانه قطعی از قتل عام اوکراینی هاست. اروپایی ها شما باید تحریمتان را بر روسیه گسترش بدهید تا آنها قادر به ادامه این قتل عام نباشند. کیف از اروپا می خواهد تا با وضع بیشتر تحریم ها بر روسیه این کشور را به مذاکره وادارد. عملیات آزادسازی ماریپول از دست ملیگرایان ادامه دارد. شبه نظامیان مردمی جمهوری دونتسک کنترل برخی از شهرها را گرفتند. در حالی که روسیه و اوکراین با هم درگیرند، چین و استرالیا نیز تلویحاً بر سر حمله روسیه بر اوکراین درگیر شده اند. استرالیا پیوسته از چین می خواهد تا حمله روسیه بر اوکراین را نکاهش کند. اگر او وقت دارد بهتر است بر مسئله خود که چگونه با آمریکا، بریتانیا و استرالیا تحت پیمان آکاس زیردریایی های هسته خود را پیشرفت دهند فکر کند. یک مقام آمریکایی گفته است که از زمان حمله روسیه بر اوکراین بیش از 6000 نیروی روسی کشته شده اند. حالا زمان فروکش کردن نیست. پوتین باید شکست بخورد. اگر حالا کار انجام ندهیم، تجاوزگران دیگر در جهان دلیر خواهد شد. اسوی هم مسکو میگوید از زمان حمله بر اوکراین نزدیک به 3000 تاسیسات نظامی این کشور را از بین برده است. بر بنیاد گزارش ها تاکنون بیش از 2 میلیون تن که بیش از 1 میلیون آنان کودکان هستند از بیم نبردها به کشورهای اروپایی پناهنده شده اند. سازمان همکاری کشورهای اسلامی کار عملی پروژه های نیمه کارش را در افغانستان از سر می گیرد. سخنگوی وزارت اقتصاد می گوید که امارات متحده عربی، قطر و کویت پروژه های نیمه کار در افغانستان دارند و معاون سازمان همکاری کشورهای اسلامی در دیدار خود با سرپرست وزیر اقتصاد تعهد کرده است که در گام نخست کار این پروژه ها در افغانستان را آغاز خواهد کرد. هدف از دیدار معاون سازمان همکاری کشورهای اسلامی با سرپرست وزیر اقتصاد
بهبود همکاری اقتصادی، کمک‌های بشردوستانه و سرگیری پروژه‌های نیمه‌کاره در افغانستان است. کشور قطر، کویت و امارات متحده عربی قبلاً یک تعداد پروژه انکشافی را در بخش‌های مختلف تطبیق نموده بودند. اکیو پروژه اکثریتشان در حالت نیمه‌کاره باقی مانده بود و تکمیل نگردیده. اولویت دادند تا این پروژه دوباره کارشان آغاز شود و تکمیل شود. وزارت مالیه امیدوار است که با اثرگیری فعالیت سازمان همکاری کشورهای اسلامی در افغانستان، شمار پروژه های جدید اعضای این سازمان در افغانستان افزایش یابد. حال که سازمان پس آماده همکاری های از سر شروع کرده، ما امیدوار هستیم که بانک همکاری های اسلامی و بتانه اینجا پروژه های عامل منفیت، پروژه های انکشافی برای مردم افغانستان شروع کنند. برخ آگاهان مسائل اقتصادی از سرگیری فعالیت سازمان همکاری کشورهای اسلامی را در افغانستان گام برای ایجاد زمینه کار به باشنده های کشور می دانند. اقدام به این امر چند چیز خوبتر است. اول آسان از دو کار زود خلاص میشه، دوم باور ایجاد میشه، سوم کار ایجاد میشه، مصرف بلند میره و در حقیقت انگیزه های تولید ایجاد میشه و باورهای بین المللی ایجاد میشه. حکومت افغانستان باید از این سازمان من حیث یک ابزار سیاسی استفاده کند، به خاطری که OIC باید فشار یا سازمان همکاری اسلامی باید فشار وارد کنه سر کشورهای اسلامی که افغانستان را به رسمیت بشناسه. جدا از پروژه های سازمان همکاری کشورهای اسلامی، همکنون صدها پروژه برنامه ملی میثاق شهروندی که از سوی بانک جهانی تمویل میشد نیمه‌کاره باقی مانده است. شماره از دانشجویانی که برای سپری کردن آزمون کانکور به انستیتوت آموزش فنی و حرفه ای افغان کوریا آمدند میگویند که باید امارت اسلامی در بدنه حکومت از جوانان تحصیل یافته کار بگیرد. این دانشجویان میگویند که در حال حاضر بیشتر جوانان از بهره نبود کار به دیگر کشورها مهاجرت میکنند. انستیتوت آموزش های فنی و حرفه ای افغان کوریا می گوید که در سال جدید خورشیدی بیش از 500 نفر از میان این آزمون دهندگان را در رشته های مختلف در این انستیتوت می پذیرند. مسئولان این انستیتوت می افزایند که 80% آموزش این دانشجویان به گونه عملی می باشد. شاگردی که یک مسلک می آموزه صاحب یک عرفه، صاحب یک مسلک میشه، تا آینده میتونه راحت اینا صاحب کار و وظیفه شون و خود یک وظیفه پیدا کنه و مسلک خود انتخاب کنه. ما 50% از این فارغای خود ما شامل با تفاهم با سکتور خصوصی و ادارات دولتی ما 50% از اینا صاحب کار میشوند. محمد اسماعیل 59 سال سن دارد و سالهای زیاد را در صفوف نیروی امارت اسلامی در نبردها سپری کرده است. اکنون می خواهد با فراگیری آموزش های فنی و حرفه‌ای در جامعه خدمت کند. کمپیوتر زکم انگلیسی زکم زب انگلیسی باند قرآن ترجمه کم نور خلق دیگونه پند بخلی. نور خلق تا دیگو گته و رسی. از سوی هم شمار از دانشجویان از امارت اسلامی می خواهند که زمینه کار را برای جوانان با استعداد و دانشمند فراهم سازد. دولت مثلا امارت اسلامی به انجینر ضرورت داره، به دکتر ضرورت داره، به هر نوع کادرهای علمی ضرورت دارد. نماند که جوانای ما به کشورهای خارج مهاجر شود، در داخل کشور باید ازشان به وجه احسن استفاده کنند. انستیتوت آموزش های فنی و حرفه ای افغان کوریا مربوط وزارت کار و امور اجتماعی می شود که جوانان را در بخش های انگلیسی، کامپیوتر، خیاطی، ولدنکاری و ترمیم موتر به گونه مسلکی آموزش می دهد و به برخی از این دانش آموزان زمینه کار را نیز فراهم می کند. سلطان مسعود دقیق، کارشناس انکشاف بین المللی که پس از 38 سال به افغانستان برگشته است، در دیدار با مأمور نخست رئیس وزرا گفته است که در زمینه کمک های انسان دوستانه، صحت، استخراج معادن و تولید انرژی برق سرمایه گذاری می کند. مسئولان امارات اسلامی می گویند که زمینه سرمایه گذاری برای بازرگانان در کشور اکنون فراهم است. در نشست کمیسیون اقتصادی، سلطان مسعود دقیق، کارشناس انکشاف بین المللی که پس از 38 سال به افغانستان آمده است، نیز شرکت دارد و از آغاز سرمایه گذاریش در زمینه های مختلف در افغانستان اطمینان می دهد. مسعود دقیق که متخصص افغان است، کولی سیست به هیواد انکشاف پا برخه که پا نور در سرمایه گذاری پا برخه که همکاری و که
او د اسلامي امارت مسولین هم له ټولو هغو کادرونو څخه له هغو کسانو څخه چې د هیواد په بیا بادولو کې او د انکشافي پروژو د تطبیق په برخه کې نورو برخو کې همکاری کولای سي. در همین حال اتاق صنایع و معادن افغانستان تاکید دارد که در حال حاضر برای بیرون شدن از بحران اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در کشور است. تجار ملی ما که بیرون از افغانستان است بیان در کشور در پروژه های بزرگ اقتصادی سهم بگیرن، در استخراج معادن، در تولید انرژی به خاطر رفاه و آسایش مردم. سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا foreign direct investment می تواند که بخش تولید و خدمات را در افغانستان تقویت بخشد که این منجر به ایجاد شغل می شه. از سوی هم برخ آگاهان اقتصادی می گویند که باید حکومت زمینه ها را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور فراهم سازد. از مسئولین امارت اسلامی افغانستان تقاضا می کنم زمینه ها و فرصت های راهبردی را به منظور جلب و جذب سرمایه گذار در داخل افغانستان ایجاد کنند. از دید تجارت و اقتصاد جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور به لحاظ ایجاد فرصت های اقتصادی یک نقطه قوت شناخته میشه. در صورتی که این سرمایه گذاری ها به سمت رستگی به بحران بشری و اقتصادی سوق داده شود، یک اقدام خیلی موثر و کارآمد اقتصادی تلقی میشه. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید نسبت به سالهای پیش سرمایه گذاران اندک در کشور باقی مانده است و اکنون بازرگانان و سرمایه گذاران می توانند در فضای امن در کشور سرمایه گذاری کنند. و رسیدیم به محور پایان محور امشب. تا برنامه دیگر خدا نگهدار و به امید آینده بهتر.